أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. آیه مبارک 37 سوره 36 سوره یاسین صفحه 442. می‌فرماید برای این مردم مکه، این سوره در مکه نازل شد، یک آیه هست. شب وضعیت سابق قبل از بعثت پیغمبر رو، تاریک بود و ظلمت و جهل و نادانی، و خودش نشانه است که تو همین شب روز اومده. سلخ یعنی بیرون کشیدن. خب پیغمبر تو همین مردم زندگی میکردی و از غار حرا آمد و شروع کرد به تبلیغات و این همه روشنگری روشنگری. از لیل نهار خدا میفرماد نسلخ، ما بیرون کشیدیم. فاذا بازم با بودن ایشون شما مظلمید، میخواید تو تاریکی ها بمونید. در روایات اینطور تعبیر شده. این آیه پرش همه ما رو میگیره، دائما هم میگیره. پیغمبر پیغمبریش رو شروع کرده تا 23 سال و اول مطالب همه هست تو کتاب ها. این زحماتی که مراجع میکشن همین فرمایشات ایشون، دستورات شرع و بعد ائمه رو، حالا مثلا یه بخشش به صورت رساله برا ما و همطور کتاب همین قرآن کریم، دانشمندی که ترجمه کردن و تمام این مسائل اطلاعات دینی، این اومده. فاذا هم مظلمون، ما هنوز نمیخوایم بریم رعایت بگیریم، میخوام به ظلمت خودمون باقی باشیم. این باور که من و شما باور کنیم که ما در ظلمتیم، این خودش مطلبیه. این خود نمیدونیم شما چطور ظلمت میخوای. الان این رساله فارسی رو من بیارم، مسائل فقه شمردن 12,000 تا بوده، حالا یه شمارش توی رساله 2600 و چقدر میسازد. 12,000 تا 2000. اون چه راجع به نماز بوده شمردن 4,000 مسئله بوده. این همش مال نماز نیست، رساله ها به بخشش نمازه، مضاربه، جعاله، اجاره، نکاح و خیلی مطالب تو رساله هست. زمان سابق قبل از این رساله ها، من یه رساله بود مال سید محمد تقی خونساری، بچه بودم با دیدم، مثل سوال جوابای مقام معظم رهبری بود، سوال میکردن جواب، سوال جواب، حالا بستگی داشت سوال کننده چه سوالی کرده. بعد اینو رساله کرده بودن، بله اینجوری بودش. خب این یه مشکلاتی داره که گاهی اون سوال کننده رو من ندارم، مثلا سوال دیگه دارم. در فکر رفتن که حالا از این سوال جواب درش وای بروجردی همچنین ردیفی بنویسن دیگه، مسائل شرع از اون آقایون پای درستارشون و مجتهدین اینا، خدا قریه رحمتش کنه ایشون، گفتن اینم چی کاری بکن. خیلی هم زحمت کشید تا این رساله رو تنظیم کرد که بعدا فتوای بروجردی هم، ولی خب بعد یه آقایون بهش حاشیه میزدن. شما داخل کار کتاب های فقهی که بشید، اول کتاب ها عمدتا عربیه، بعد اون وقت مدتی که آدم سر کار با این عربی داره، مثل این فارسی یادش میره، یعنی جمله های اون وقت یه ها نگاه میکنم یه لغتی اینجا گفته، خب مردم معمولی نمیفهمن، بعد اینو ترجمه. ایشون وقتی این رساله رو مینوشت، پسر 12 ساله داشت، کلاس 5 ابتدایی بود، میداد پسره بخونه، اگه پسره میفهمید دیگه میفهمید که مردم معمولی میفهمن، اگر نه لغتاشو باز فارسی تر میکرد. که بیم بند خدا تو این رساله رو نوشت. تو رساله ها مسئله 11 نوشته که احکامی رو که انسان
غالباً احتیاج داره واجب یاد بگیره. بالاخره مسلمانی میخوایم بکنیم، خب چیکار میخوایم بکنیم؟ مسلمانی چی؟ خب این هستی. حاشیه فرمودن آقایون که در حین عمل دیگه بلد باشه، عمل صبح تا شب میکنیم دیگه، بدونیم دستور شهر ما چی. تو تمام شغلها، کارها، هر کاری رو شما فکر کنید، آشپزی، آهنگری، هر چی، شرع احکام داره در هر جاش. خب باید اون شخص احکام شرع رو در این بخش هم یاد بگیره. مثلا شما برید تو کشاورزی، بله احکامی هستی، تحریر هم داره، احکام آبها و نمیدونم بعد احکام چی و احکام کش زمین ها و مالکیت های زمین و چه احکامی هست که شرع دستوراتی داره بد و نداره. خب اینا رو باید بلد بشه انسان، غیر از اصل کاری که بلد میشه. پزشکی هم احکامی داره، احکام شرعی داره که خب غیر از پزشکی احکام مسلمانه باید اینا رو هم بلد بشه. و همه کارا همینطوره، احکامی داره. ببینید باید یاد گرفت، نه به قرآن کریم، به قول قرآن اذا هم مظلمون. یه احکام آمده تو هنوز تاریک هستی، یعنی نمیدونی. خب ندونستن تاریکی دیگه. ببینید اینجا الان سوره مائده جلو من بازه، نه حالا این دو جا قرآن همش همین بساطات داره، اینجا خیلی واضحه. راجع به قرآن خدا میفرماد در آیه 15 صفحه 110 آخر آیه، قد جاءکم من الله نور. این کتاب اسمش نور خدا گذاشته، از طرف خدا نور آمده. این کتاب وقتی روشن بشه، حالا میبینی که اینجا ستونه، اینجا میزه، اونجا فرشه، تاریکی باشه خوی چی نه، ولی کتابو باید بده از پشت عینک کتاب نگاه کنیم. و کتاب مبین، کتابی که بیان میکنه، واضح میکنه. یهتی به الله، خدا با این کتاب هدایت میکنه. خب از اینجا به بعدش داستان ماست، من تبع رضوانه، کسی که بنا داره ببین رضای خدا چی اون کار بکن. بناش اینه که اونچه خدا راضیست بکنه این کتاب هدایتش. خب این وقت من چی بنایی نداریم، بنا داریم خودمون هرچی خواستیم. خب کسی که تبع رضوانه، بنا داره رضایت او رو ببینه در چیه بکنه، اگه اینو داشته باشه، خدا با این کتاب سبل السلام، تمام راه های سلامتی رو یادش میده. و یخرجهم من الظلمات الى النور، از جهل و نادانی ها به نور علم. و یاد میگیره حلال چیه، حرام چیه، درست چیه، غلط چیه، این نور دیگه. نه این مثل مردم مکه نباشیم. میخوام ببرم اتون زمان طاغوت. آیه جناب آیه عزت شاهی تشریف میبردن ظاهرا نباشد اون زمان ها، اون وقت ها. یه دفعه خیلی سخت بود رساله آیه خمینی، اسمم روش نمی نوشتن، اصلا جلد چی روش نبود، گاهی صفحه اولم میکندن صفحه دوم. هیئتی که امروز داریم الان 53 ساله ما میره، خب انقلاب الان 40 چند ساله، اینا رساله بخواستن، خود منم به مقلد آیه خمینی کرده بودمش، رساله نبود. این کی به کی گفت؟ تو همین آ ایشون رفتم خودم از بازار ازشون گرفتم. بعدها بنده خدا دستگیر شده بود و اینا، دلم گفت خدای این رساله ها رو نفهمیده باشم. 200 تا بود، بردم تو جلسه اپلا، بردم بالا گذاشتم جون مثلا خواستم تو اتاقه، گفتم رساله ها اونجاست بردارید. شاید مثلا چند ثانیه یهو برشتشن، چون آخه ممنوع بود نفهمه کسی. خب رساله دار شدم. دو سال بعد این جلسه افتاده بود منزل یکی از همینا که اون شب هم رساله مفتی ما براش بردیم. خواستی مسئله بگم، گفتم رساله نداری، رفت بیاره، طول کشید و بعد نشد. گفتش که اساس کشی کردیم، نمیدونیم کجا گذاشیم. من فکر کردم حالا هفته پیش مثلا است، کی اساس کشی کرد؟ گفت دو سال پیش. آقا مردم با رساله ها سر کار ندارند. من خودم سالها شغلم اینه، تقریبا هر روز گرفتار است. خب میخواد دادم خود نیاز داره نگاه کنه، این حکم ببینه، اون حکم ببینه.
همین امروز چقدر من دنبال رساله گشتم که حالا آخرش رساله دیگه باشه. حالا این نیاز انسان داره. آدم که میخواد نسخه را عمل کنه، دلش میخواد نسخه را ببینه، این چند تا گفت بخور، این چی کار باید کرد. نمیخوای نسخه را بخور، خدا را گمش کردی، نمیدونه کجاست. ببینید این مشکله. این باید کاری کرد. شما همجور گذری توی کوچه، مثلا تو ذهنمون حالا مزاحم مردم که نمیشونه، در یه خود در بزن. حالا زن باز کنه، مرد باز کنه. و ببخشید شما از کی تقلید میکنید؟ از اینجا باید شروع کنیم. چون این خانم که باز کرده یا خود این آقا، خب معلومه مجتهد نیست. آدم مجتهد نباشه باید تقلید کنه. یا احتیاط. احتیاط یعنی تمام فتاوی فقها رو از صدر اول تا حالا بلد باشه و یه جوری عمل کنه که همه رو راضی بکنه، که به قول استاد، به قول استاد من حضرت آیت الله وسوع می‌فرمود یه مجتهد نری میخواد بتونه احتیاط کنه. آخه تمام فتوا رو باید بلد بشه. کتابام یکی دو تاش بگذاریم همه عربیه. یک آدم با سواد اینجوری احتیاط میشه کرد، ولی بلدی خیلی خوب. آی خمینی تو تحریر نوشتن الا القلیل نمیتونه کسی احتیاط کنه. الا القلیل یعنی خودش رو، مثلا آی بروجردی. آخه احتیاط شما اسمش رو میشنوید. هر چی غیر از 12 امام فتوا دادن همه رو بلد بشه، یه جوری عمل کنه، همه رو راضی کنه، میشه این کار کرد. خب پس میمونه تقلید دیگه، یا اجتهاد یا تقلید. خب اینا که مجتهد نیستن، گاهی نمیتونن دست اصلا که تقلید میکنن. من خودم نشسته بودم، یا خانم 50 ساله‌ای که ظاهرا مال خانواده دین و اینا، داشت به شوهرش میگفت ما از کی تقلید میکنیم؟ آخه اینقدر دنبال رساله نیستن که اصلا من اصلا کار ندارم. شدی ای بابا خود شد، آخه خود شدن مرجعت هم معلوم نکردی. حالا کسی گفت بله، مثلا ما از آقای وحید خراسانی، حالا رسالهش اصلا داری یا نه؟ بحث دوم دارن تو خونه. حالا دارن، باز کنی سوالی که لازمه، حالا سواله به بلده نسخه ای که آدم نپیچه نخوره که من مریضه که میگم آیه یخه هممونو گرفته که و آیت الله هم اللیل، ما هم تو شبیم، بچه به دنیا میاد هیچی بلد نیست. قرآن بفرماد یخرج کم من بطون امهات کم لا تعلمون شیا. این دیگه قرآنه. ننه ما رو میزد هیچی نمیدونیم. آموزش ها از اونجا شروع میشه. تو این آموزش ها بعد احکام شرع بیاد، اینا بیاد، اینا بیاد. حالا اگه نخون نمیدونیم دیگه میشه ظلمت. اون وقت روز شده آمد، تعالیم هم آمد، دستورات هم آمد، قرآن اومد و و و. الان تو حوزه‌های علمی دینی چی میکنن؟ خب همین دستورات رو دارن زیر رو میکنن. نمیخوایم بریم یاد بگیریم، اینا برای غیر ما هستش. توی مثلا جاده کرج یه کارخونه خیلی بزرگ، آنجا چی؟ آنجا شیر درست میشه، شیر خوراک. یعنی صاحب این کارخونه مثلا روزی 50,000 تا شیر میخوره. بابا برای خودش که درست نمیکنه، به مردم میفروشه، میخرن دیگه. شیر برای همه است. این رساله مال همه است، مال فقط اون آقا نیست. کدوم مسلمانه که صبح نباید وضو بگیره؟ خب همه باید بکنه. کدوم مسلمانه که دستشویی نمیره که حالا چجوری تطهیر کنه؟ خب همه باید بره. در بیایم بیرون، محرم نامحرم، خب احکام رو باید بلد بشه. و و و نون نمیخوای بره بخری، خب خرید و فروش احکام شو بده. احکام همگانیه، این برای یه نفر که نیستش که. ولی ایشون اون شیر تولید میکنه، این مرجع رساله مینویسه، ولی همه باید بدونن و عمل کنن. همه 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 همه. مگه مسلمون نباشه؟ نخواد مسلمونی بکنه. مگر هنوز بخواد مظلمون باشه به قول قرآن، هم تو تاریکی خودش باشه؟ نه. این یه فکری بکنی، یه فکری. امروز صبح یه بزرگوار بود تو اون جلسه آوردن، تو نماز میت خونده شد رفتن دفن. مرد خوبی بودن، شب شب خدا غریق رحمتش. خب یه شب هم یه وقت هم نوبت منه، یه وقت نوبت میریم دیگه. حالا اگه فردا صبح نوبت من باشه، خب همینه که دارم دارم میبرم دیگه. میشه دم مرگ بگیم که قرآن هم گفته منو برگردون تا آدم خوبی بشم؟ خب باشو دیگه، خدام که بر نمیگردونه که.
اینجا در سوره مؤمنون حدود آیه 100 حدودن از قول مرده ها خدا میفرماد. بله اینم آیه 100 صفحه 348 میفرماد که حتی اذا جاء احدهم الموت آیه 99 اشخاص مرگشون که میاد، خب مرگ میاد دیگه، مرگ وقتی میاد، قال ربه به خدا میگه پروردگار من ارجع اون منو برگردون، مثلا نمیرم. خب برای چی نمیری؟ لعلی اعمل صالحا فی ما ترکته، چند روز دیگه کار صالح بکنم. یعنی دم مرگ این یهو آیت الله العظمی شد، کار صالح بلد شد. بابا میدونند نمیکنن، اجمالشو که میدونن، که اجمالا نمیدونن. خود دین داری بد کرد، خب بیکن را گوشی دم مرگ خدام نمیکنه. میفرماد کلا هیچ کس بر نمیگن. میگن که کسی حالا مثلا تو مصر، حالا هر کجا بود، یه قبر درست کرده بود، میرفت توش میخوابید، میگفتش که این آیه رو میخون، رب برجعون، خدایا من برگردون که عمل صالح بکنم. بعد پا میشد میگو حالا خدا برد گردون، برو ببینم چیکار میخوای بکنی. یک جدی بود آقا، برگردون دیگه، خب برو بکن. خب حالا بعد اینجا نشستیم دیگه، خب بکنیم دیگه عمل صالح. ببینید یه همچین بساطی اینجا تو سوره جمعه. حالا توی مثل نماز جمعه خب مستحب هم هست، گاهی رکعت دوم سوره جمعه رو میخونن، سوره منافقین رو میخونن، اینا پشت سر هم هست، سوره جمعه، سوره منافق. این شب جمعه هم سه باب داره، این سوره ها خونده بشه، حالا اون سر جاش. در سوره منافقین هم، منافقون، این مطلب هستش، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، که باز در حال مرگ دیگه این هاست آمدش. میفرماد که این راجع به پول و زکات و خمس و اینجا خرجای دینه، صفحه 555 555 عدد روندم هست، سه خط به آخر خدا میفرماد انفقوا مما رزقناکم، هزینه کنید اینایی که بهتون روزی کردیم. انفاق به هر هزینه ای میگه، من قبل ان یأتی احدکم الموت، نذارید مرگ وقت آمد، بگوی رب لولا اخرتنی الى اجل قریب، میشه دو روز سه روز قریب من نزدیک، به من مهلت بدی. حالا میدونه داره میمیره، با چه کنی دو سه روز؟ از صدقه برم صدقه بدم، خمس و زکاتو بدم، چی رو ببینید نزد کار به اینجاها بکشه. خودم که میگه نمی بر نمیگردم. میگن کسی خواب میدید، یه نفر میخواست حالا مثلا 50,000 تومن بهش بده، نمیگرفت، میگفت 100,000 تومن. یهو چشمش باز کرد دید خوابه، خواب داره میبینه، یهو بس گفت بده بده، دید اینم از دست میره. آقا دم مرگ اینجوریه، میره همه چی از دست، میفهمیم داریم میمیریم، میفهمیم الان دیگه این زن من نیست، این خونه من نیست، این فرش من نیست، تمام شد دیگه، میفهمیم مرده. حالا دست دل باز شده، میخواد بیاد سر خون. خب چرا نکردی تا حالا؟ حالا خدا رو ببین، میفرماد لن یؤخر الله، من هرگز تأخیر نمیندازم، به قدری که باید مهلت دادم، اجل آمد دیگه، تمام شد. ببینید یه همچی خبرهای هستش. این مطلب رو یه خورد جدی بگیریم. ببینید یکی از حالا هر موردش رو خودتونم میتونید، مثلا من میخوام بمیرم، دیگم کم مسائل روزه است، روزه تکلیفی بوده دیگه، آیم که اومدش سال دوم تو مدینه، یهودی دیدن مسلمان ها که پیغمبر خودش روزه خیلی میگرفت، ولی حالا کاری به مسلمان ها نشد، انقدر پیغمبر روزه میگرفت که ترسیدن که مردم خیال کنن دین این بعد روزه گرفت، هر روز کرده بودن یه روز در میان. حالا تا دستور اومد، دستور که میامد، بله یهو یا ایها الذین آمنوا، صفحه 28 قرآن آیه 183 که کتب علیکم الصیام، مسلمان ها میدونستن تو دین یهودی و مسیحی و اینا روزه هست، هنوز خبری تو اسلام از روزه نبودن، به قول ما آیش نیامده بود، یهو اومدش این سال دوم تو مدینه بودش. روزه چون خب کار سخت است، بالاخره خب بعد چه ساعتی آدم آب نخوره چی نخوره. سه تا چیز از روزه میدونستن مسلمان ها
که در یه ساعتی خوردن ممنوع و آشامیدن و مجامعت با زنم ممنوع. اینه میدونستم. بله کتب بر شما امروز آمد. کما کتب علی الذین من قبلکم. دستور چون خود سخته برای اینکه چه کنیم بابا من به همه امت ها روزه رو واجب کردم با اتمال شماست. تو کوچه در خونار زده میگه آقا ببخشید 200,000 تومان بدین اینا میخوان کوچه رو اصفار کن. این خب جا میخوره میگه ببین از همه گرفتیم. یعنی مال تو نیستیم بعد بندیم. کما کتب علی الذین من قبلکم. ما همه ادیان روزه داشتیم. یعنی دلخور نشید شما باید روزه بگیرید. لعلکم تتقون. خداوند تو قرآن خاصیت کارا رو گفته بعضیش. باشد که شما تربیت پذیر بشید. ببینید یه مشکلی ماها داریم. مشکل هممون ها مگه حالا کسی حل شده باشه براش. کار خوب و بلدیم. نمیتونیم خودمون رو وادار کنیم به انجامش. فهمیدیم دروغ گفتم بده. دلمونم نمیخواد دروغگو باشیم ولی هی از دست در میشه. فهمیدیم نظم خوبه ولی هی نمیشه منظم بشیم. آقای فلسفی داشت رو منبر مثال میزد. منم گوش میکردم. جمعیت که زیاد میامد با منبرش میفرمود کار ادامه دار. کار موقت چیزی نمیشه. بعد مثال میزد میگفت طرف رفته توی باشگاه دیدی عکس این گفت انداخته این عضلات و اینجوری و فلان خب حواس میکنه اینم یه همچه عضلاتی داشت. خب چه بکنیم دمبل بخر و نمیدونم این چیزای ورزشی هم بوده که حرکاتون خب اینا را الان میخره لباس ورزشی هم شد رفته تو زیر زمین اونم زده که روزا مثلا خود ورزش کنه بشه مثل این یارو عکس چند روزی هم میکنه ول میشه. گفت ول میشه خب بس تو ادامه بعد بده خب دیده انگلیسی خوبه و محتوال و محمود الله کلاس های انگلیسی دست ثبت نام هم کرده کتاب هم گرفته یکی دوم هم رفته ول شده. مثل من طلبه نشسته قرآن حفظ کنه مثلا شاید 100 تا آیه هم حفظ کرده ول شده. چیکار کنیم که حریف خودمون بشیم بتونیم برنامه ها رو جلو ببریم؟ خدا دعواشو فرستاد. ببینید لغت ها رو ما چون فارسی زبانه ایم بلد نیستیم اول درست نمیفهمیم. روزه بگیرید باشه که با تقوا بشید. ما خیلی میکنیم با تقوا معناش اینه که اون تقوا که تو ذهنمونه حرام انجام نمیدن واجبات. نه تقوا یعنی حالت خودداری. علت این که این ورزش ول میشه اون زبان ول میشه نمیتونه تنظیم کنه. یه روز مهمونی میشه یه روز حال نداره یه روز یهو یادش میره. تربیت پذیر نیست یعنی وادار نمیتونه خودشو بکنه. تقوا یعنی بتونید برنامه اجرا کنید برنامه خودتون اجرا کنید. تربیت پذیری خودش صفتی. روزه این کارو میکنه. روزه اگه یه روز بود حالا یه روز آدم بالاخره میگن لکل جدیدن لذت حالا یه روز چه خوشی هم داره یه چیزی نخورد. نه 30 روزه پشت سر هم هست. اگه اختیارش دست من و شما بود مثلا میگفتن آقا یه ما تو کل سال روزه بگیرید اون خاصیت رو باز نداشت. یه روز این هفته میگرفتیم یه روز چرتش زمستون میگرفتیم یهو میگن فردا ما رمضان تمام میخواد تابستون باشه میخواد زمستون میخواد روزه 16 در 17 بشه میخواد کمتر اصلا دستتو نیست فردا ما رمضانه. اینجوری خوبه در بر دستور رو اجرا کن چی میلم بره چی خب مارم از اون طولانی خوب باشه. ببین این هم دست ماست. خب این چند ساعت که باید نخوریم نیاشامیم حالا این تو رساله ها هست از کی تا کی اونم دست من و شما نیست. از آن صبح دست من و شما نیست. بشه دیگه نباید بخوری تا غروب. زنگ میزنن به هم دیگه تو خونه ها برای نماز هم بیدار نمیکنن با خوابت نبره این بشه خودی نمیشه خود بعدش. گفتش که یه خود قضا تو دهنش گذاشته بود جویده بود آماده که قورت بده نزدیکای مغرب بود ما رمضان نه اینکه قورت بده تو دهنش آمده. گفت چرا اینجوری کردی؟ گفت مگه سحر مولد داد خدا یه ذره من بخورم میگه نمیشه منم افطار بشه دیگه مولد نمیدن زود حالا شد. بله وقتش دست ما نیست. هم اینم تربیت
دست ما که بیفته دیگه تنبلی و لوسبازی و اینا شروع. نه، این که دستور رو باید اجرا. بله تا مغرب. حالا مغرب شده، امروز من دلم میخواد خود بیشتر روزه باشم. گناه کبیر است. روزه مغرب بشه نباید روزه باشه. میتونی افطار نکنی ولی قصد روزه بکنی یک کتکی بهت میزن کنن بدعته. دین گفته تا مغرب. حق نداریم دین خودمون اضافه. حالا بعد بخوای افطار دیر کنی بکن ولی روزه حق نداری باشه. این روز ما هم این آیه که اومدش سال دوم بودش، دقیقاً 17 ماه رمضان این جنگ بدر شد. جنگ بدر بزرگ، جنگ بدر کبرا. دیگه رفتن مسلمان ها برای جنگ. اومد پیغمبر بیرون آمدن فرمودن مسافر روزه شو بره. بعضی ها دلشون نمیمد بخوره، حالا اول روزه بود و اینا. فرمودن نه، حالا نخوردن از گناهان کبیره است. دستور رو اجرا کنید، دل بخواد چی؟ خب میگه بخور بخور. ببینید اطاعت بکنیم، نه که چی من دلم میخواد، اون که تربیت نشد. روزه انسان رو یک ماه تمام نه تربیت پذیر میکنه. حالا شما خیلی میخواد تربیت پذیر بشی، تو رسول الله نوشته غیر از عید فطر و عید قربان که روزه صحیح نیست. حالا بعضی فقها میگن حرامه، بعضی ها میگن که صحیح نیست. همه روز روزه مستحب. حالا روز عاشورا که راحت داره اصلی فرد همه روز، بعضی وقتا که خیلی ثواب داره مثل رجب شعبان، خب روزه بگیر. اما خب به یک ماهش واجبه. ببینید دست خود نماز، نماز با این اهمیت و ابهتی که میبینید داره، میفرماد دستور عنکبوته، میفرماد که ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. وقتی آدم میگه میشه یه نفر همراه من را بیفته، مثلا سلمان فارسی، مثلا آیت الله بهجت، هی به من بگه این حرام نکر، جلو منو بگیر، اون واجبه بکن. نه آیت بهجت این کارو میکنه و وقت داره، نه سلمان الان هست، نماز این کارو میکنه. ان الصلاه نماز خون باش، تنها عن الفحشاء والمنکر. به امام ششم گفته که من نمازم قبول یا نه؟ فرمود اگه موقع معصیت کسی جلو تو میگیره هست نماز که داره نهیت میکنه، یا انجام واجبات کسی داره تشویق حلت میده هستش. اگه نه کسی نیست، نه نمازی هم تو پرونده نداره. همچین مسائل. سوال کرد کجای نماز من قبول درسته؟ فرمود اگر گناهان ظاهر رو همه رو ترک میکنی ظاهر نمازت قبول. اگه گناهان باطن، ما یه گناهانی داریم تو باطن میگذره، کفر و شرک و نه از اینه که تو دل اونام ترک میکنه، باطن نماز تام قبول. ببین خاصیت ها هم همه خاصیت هاش هم متوجه میشیم چه خبر. خب احکام شرع همینطوره. سنی ها نشستن گفتن خب طبعیت از ائمه که نمیکردن، همینطور گفتن خدام دستور داده دیگه، مثلا یه مثلا که گردن کلوفتی اینو بکنه نکنه، نه همجوری کشکی لاتی عشقی. امام ششم فرمود ابدا، خدا حکیمه، اگر چیزی انجامش ندی بیچاره میشی بدبخت میشی واجب کرده، نه که دل خدا خواسته همجوری یخلی و اینا. نه به قول ما اینا عشقی نیستم، این که نکنی بیچاره، اون اگه انجام بدی بیچاره، یه کارایی انجام ندی اونجور بیچاره نمیشی ولی محروم میشی، مستحب کرد. یه کارایی انجام بدی خوب نیست ولی حالا اونجور بیچاره نمیشی، مکروه کرده. همش رو حساب کتابه، همش. بله خب اینه. خب من اگه بخوام استفاده کنم از این خاصیت های شرع، شرع رو باید بلد باشم، بعدم عمل کنم. ببینید الان این آیه جلو منه، این روایت هم مال ما ششمه. تأویل میگن، فرمودند یک تأویل این آیه اینه که مکه شب بود، جهالت و کفر و بت‌پرستی و هر اعوجاجی، از تو همین شب خدا روز بیرون کشید. خب پیغمبر تو اینا زندگی میکرد، یه مطالعه مأمور نبود حرفاشو بزنه، از 40 سالگی مبعوث شدش. یه همچی روزی اومده بیرون داره دستور میده فلان، تو نمیخوای، میخوای هم تو شب بمونی مظلم کسی که داخل. خب این برای ما هم هستی که دستورات آمده، خب چرا ما تاریکیم؟ خب برو یاد بگیر دستور رو بلد باشیم. یه روایت دیدم که این قرآن کریم هم آیات داره، مؤمن وقتی قبض روح میشه روحش رو به آسمان میبرن. این هنوز شاید نفهمیده باشن مرده ها،
چون روح یه لحظه قبض میشه، حالا تا بیان دور بریا بفهمن مرده. یه قوم خشم ما داشتیم، صبح دیدم برای نماز پا نمیشه، آخرش رفتن صدا زدن و پا نمیشه پا نمیشه، ای چشه و فلان، و دکتر آوردند و گفته بود ساعت 2:30 که الان 4 ساعت گذشته این مرده، شما الان صبح بفهمیدید یا میمیره دیگه تو رخت خواب تا دیگران بفهمن، ولی روح هم وقت میبرند. برای مؤمن درهای آسمان رو باز میکنه، برای کفار باز نمیکنه. آیه هم تو سوره اعراف است، اون قل لقد لهم ابواب السماء فتحت لهم ابواب السماء. حالا چه خبره؟ این پیغمبر اکرم که شب معراج با خدا معراج رفته و حرف زده، میبرنده با خدا حرف میزنی، به مقام قاب و قوسین او ادنا میبرن. خدا صدا رو خلق میکنه، سر برای موسی هم صدا خلق میکرد، اون میگفت خدا حرف میزنه. تو روایت دیدم که یکی از ائمه معصومین که روحو بردند، خدا سلام کرد به او و اظهار رضایت کرد، عرض کرد که خدای همه عمرم منتظر همین لحظه بودم که تو از من راضی باش. حالا تو اون مقام ها رو ما پیدا، با همه مؤمنین خدا حرف میزنه. تو روایت داریم که از 10 چیز خدا میپرسه: با نماز چه کردی؟ با روزه چه کردی؟ با خمس چه کردی؟ با زکات، حج، جهاد، امر به معروف، نهی از منکر، تولی، تبری. این 10 تا این تو اون روایته. خب من اگه الان امشب بمیرم هنوز زن و بچه نفهمیدن، در خدا از من سوال کن چی جواب میخوام بدم حالا تا بیام برم تو قبر و قیامت بمانم؟ آبرومند یعنی اونی که آدم دلش میخواد اینه که بگم خدایا تمام تکالیفم و راجع به نماز انجام دادم، یک دونه ترک نکردم، این رو میخواییم. خب بیا کنیم دیگه. خب بکن. و وقت مثال میزدم، آقا اکی تقلید میکنی؟ بو آقا من از مقام معظم رهبری تر بسار مجتهدم که نیستی باید تقلید. آقا خودشون تشریف آوردن میخوان به 1000 دلیل قانع کنند که این نمازی که تو میخونی فتوای من نیست و باطله. باید حریف بشی که آقا من فتوا شماست، اینو اینجا یاد گرفتم، اونو از اونجا، اینو از دفتر پرسیدم، اینو از اون پرسیدم، خود شما گفتید اینا. نتونه حریف بشه یه جا شما رو محکوم کنه، این معناش تقلیده. خب بعد درست باشه همش دیگه. بگو آقا مگه شما تو رسالتون ننوشتید فتوا رو است چند را میشه به دست آورد؟ خب من همه را از این را به دست آوردم، اینو از اون پرسیدم، اینو اونجا دیدم، اونو اونجا دیدم. تقلید درست حسابی نه همطوری. بله خب قبول تقلید کرد. ببین اینجوری اینو میخوایم. اگه یه وقت این نباشه خب غلطه دیگه. خب چرا غلط؟ برای چی میخوای ببری؟ آخه خجالت آدم بکشه. تو تمام زندگیت پول حرامی هست؟ خب نباید باشه. اگر باشه در اولین فرصت باید بدی به مردم، و تازه حالا حلالیت و توبه و فلان و اینا مال مردم. تو روایت دیدم که شهید همه گناهاش خدا میامرزه، ولی مال مردم رو باید بده. هرگز نمیامرزه خدا، باید مال مردم رو بده. اون به خدا ربطی نداره. خب مال مردم. یه نفر یه شوخی درست کرده بود، میگفتش که روز قیامت به خدا گفته یه نفر که تو حق نداری منو محاکمه کنی، من اصلا روزی تو رو نخوردم، من همش مال مردم خوردم، یعنی از تو روزی نخوردم. حالا یاد اون افتادم. مال مردم که ببینید یه چیز، این خب به جدی بگیرین دیگه. مسائل مطرح میشه، مثلا دیدم تو روایت که یه حج مقبول انسان خیلی تو قبر احتیاج داره. حالا چه خبر اونجا خدا میشه؟ توی قبر عمل خالص خیلی انسان احتیاج داره. تو روایات میره یه نفر ببینه یه کادو میبره، خب خوشحال این کادو رو الان تو قبر عمل خالص برای خدا کرده باشه خیلی میخوای. بله و و و دیگه حالا شروع شد دیگه، از مرگ به بعد دیگه خورس مزداست دیگه، تو اعمالت هستی. ببینید اینا هستش، دیر نجنبیم ها، شیطان به قفلت اینا واداشته.
باید هی روشنگری برای خودمون ایجاد کنیم، هی بلدی ایجاد کنیم. من شمردم تو رساله فارسی 312 13 تا وضو مسئله داره. وضو خب بخون اینا رو، بس خود احتیاج پیدا میشه. حالا بله مثلا وضو جبیره، حالا بخون آخه. چند وقت پیش خدمت حضرت عطالله زنجانی این سوال میکردم که آقا در مسحفا که روی پا رو میخواییم مس کنیم، حالا معمولا حالا خود من ناخونام کوتاهش، حالا بعضی ها ناخوناشون بلندتر، آیا این طرف پا این وره انگشت اینجوریش، این هم باید چیزیش تو مس بیاد که نه این وره نمیخوام، ولی این لبه گرده دیگه، چقدرش داخل مس بشه، از کجا شروع کنیم؟ سر انگشت، بالاخره سر کجاست؟ حالا دیگه با اینکه چیز میشد دیگه، پام هم جراب در آوردم و کشون هم نگاه میکرد، خب معلوم شد که روی پا منطقه از سر انگشت، رو بالاخره خود جلو بیار سر حساب میشه، یه ذره دستونو که میذاری دیدم چه ببده که حالا احتیاطاً کمی هم این جلو رو بگیره، بعد من بکشید که اون که روه. از یه آقای وقتی حالا 50-60 سال میشه، این من بپرسیدم، خدا رحمتش کنه، من پیلیشون درسم خیلی میخوندم، من پرسیدم اینا ازشون، حتی پام هم نشون دادم و جواب دادند و بعد گفتن که من خودم همطور میکشیدم، اصلا حواسم نبوده. بنده خدا خودش همین مسئله رو از آیت الله سعیدی پرسید. آیت سعیدی الان که نشستیم 50 سال پیش شهید شد، یادم کجای مسجد، حتی اونم پام در آوردم، البته اون مورد دیگه بود، گفتم این مس کشیدم اینجا خشک مونده، از اول هر مس کنم یا همون تیکه کافی، و این تعریف رو با زنجانی کردم، بعد ایشون یاد آقای سعیدی افتادن، با ایشون چیزی بود و تعریف کردن و چه و اینا. نمیخوایم اینا رو بدونیم یا میخوایم بی توجه باشیم یا هر چی شد شد، بچه بودیم مس کردیم، خود از بچگی بیا بیرون، یه بنده خدا هسته شده ده 50 سالشه، این بچه بوده، مالا تو مسجد گفتن تکبیر بگو، خودش دفعه گفت گاهی تکبیر میگه، این همون بچگی کلمات هم تو غلط میگه، بابا خود یاد بگیره، خود الان بگو، آقا بچه بودی نمیخوا یاد بگیره، خود یاد بگیره. میرفتیم برای آقایون این کلاس داشتیم، اینا پزشک بودن همه، ما حالا چی اونای دکتر دیالمه بود، حالا یکیشون دعا میخوند بعد نماز، دعا هر غلط میخون، باشون شوخی کردن گفتن آقایون دعا غلط بخونی جریمتون میکنه، ای دعا رو یاد بگی درست بخونه، تو دعا صاف و غلط برای چی میکنه؟ خب یاد بگی. بنده خدایی بود نابینام بود، حالا گاهی هم تو مسجد آی سعیدی دعا میخون، گاهی هم فارسی هم میگفت، این رزق رو میگفت رغزه، خدایا رغز مار، بابا رزق میگفت بچه. ببینید عوامانه چرا مثل که نس کردن، اصلا درس نخوندن یا تحصیل نکنند یا یاد نگیرند، خب یاد بگیرن، خب چرا غلط آخه این دعا رو میخونه، خب درست بخون. اینا دکتر بودن دعا بخونه، از ترس من جرات نمیکرد یه دعا بخونن که این غلط نگیر، خب یاد بگیر آخه. ببینید و همه قسمت های متفاوتی که هستش، حالا هرچی در هر بخش، بله ما همینه دیگه، دینداری هامون همینه. حالا این بخش که درست بشه، هر بخشی همه جا سوال جواب. توی جلسه بودیم، این دوستای ما درسه باشون داریم، الان بیش از 50 ساله، من الان 57 ساله این پشت نشستم، یعنی دارم جلساتی که داریم، مثلا جلسه صبح، یکیش که 53 ساله، این دیگران 36-7 ساله. حالا اینا مال بازاره، یادم سال 62 شروع شد که الان شده 30 مثلا 6 سال 37 سال. یا آقای صحبت کرده بود چند سال پیش، چه فلان که این بانک ها کارشون حرام و ربا و چی و این، اومده بود حالا همسن من بازاری از اول ظاهرا نمادم متدینه، یعنی بنابراین اینجوری یه جوری با رنگ پریده و آی خاطر این پولای بانک ها مثلا فلان آقا گفته عیب داره چی. گفتم آقا من قبل از اینکه این جواب بدم به خود شما اشکال دارم، به خود شما، مگه تو رساله ها ننوشته بود مسائلی رو که قال من احتیاج دارید واجبه یاد بگیره؟
شما به اجازه کی اولین قدمت رو 30 سال پیش تو بانک گذاشتی که مسائل بانک رو بلد نیستی؟ خب باید بلد بشیم، نمیخواد یا آقایی بگه تو حالا بیدار بشی. خب چرا یاد میکنیم؟ اگه بلدی هم خب بگو آمان بلدم، یاد گرفتم. بعد مثال زدم، گفتم حالا اومد یه آقای سر درس خارج تو قم گریم کرد که این آقای خاتمی پلو زنش میخوابه، یه زناست، زنش عقدش درست نیست. اومد گفت بی خود، گفت آقا من اولا دوتا مجتهد آوردم برای عقد، خب میدونم عقد من واقعا دوتا مجتهد بودن وقت کرد و مسائلم بلد بودم و چه خوب اشتباه میکنه. خب نه آقا زن من کارش درست، تو نباید تو کار بانکت شک میکنی، باید بلد باشی بپرسی، نه اینکه یه نفر بگه یهو حالا با رنگ پریده بریم از آقای خاتم بپرسی. آخه این بیدینی اسمش. خب تو باید بدون احکام بانک ها چیه حلال چیه حرام چیه، شغل که امروز پیدا نمیشه، همطوری تسامح و هم ترکیش هم پیش. حیف بد شوری. توی جلسه داشتیم صحبت میکردیم، بحث شد که مراجع تقلید بعضی ها دولت رو مجهول المالک میدونن، بعضی ها معلوم المالک. حسنان هم حسن آقای سیستانی میگه اموال دولت ها مجهول المالک. اول اینو براتون بگم، کاری بینه اصلا دولت خود امام زمانه، خود شخصش، ولی میگه مالش مجهول المالک، به حکومت کار ندارم بد یا خوب. دولت خود معاویه است، میگن مثلا آقای خمینی میگه مالک مالک مالشه، اون چیز دیگری است، اون یه چیز دیگری است. اصل دولت ظالمه یا عادله ربطی به این مالا نداره. بلا مثلا آقای خامنه میفرمه دولت چیز معلوم المالکه، اون معلوم که باشه میگن مالکیت حقوقی، همین قوانینش قبوله. اون که مجهول المالک میدونه میگن از یه فقیه اجازه بگی در تصرفش، حالت اجازه میدن فقها. آیت الله خویی مجهول المالک میدونست، ولی فرموده بود من به کل کره زمین اجازه میدم، نه حتی از مسلمان همون برتر، مطابق ضوابط دولت ها تصرف کنن تو اموال. پولی هم زیاد میاد، خمسشو بدن، حاجی شدن مکه برن، از دنیا رفتن ورثه ارث ببرن. این همه تیکه تیکه هاش فقاهتی ها، حالا اون در کلی میگه. همه اجازه رو شنیدم که آیه خویی هم آیه حکیم هم داده بودن به همه، این هم مجهول میدونستن. بعضی همطور هم اجازه میدن در حالی که مجهول میدونن، بعضی هم میگن اجازه بگید. اونا که معلومه خوبش هم قوانین دولت شهر دادن براشون، اینا بعضیشون کارمند دولت بود. جلسه هست هنوزم داریم. حالا هفته دیگه بعضیشون گفت آه خاتم چی شد این معلوم المالک؟ بعضی هم مقلدهای سیستانی بود، نرفته یاد بگیره قبلا، نه اصلا لغتها رو میدونه. حالا هم که یه هفته پیش من گفتم که الانم بازنشستم شده و بالاخره پول میگیره، نه حال داره حالا بره یاد بگیره. حالا دوباره اومده تو جلسه یخ منو گرفته که چی شد؟ اصلا دین مثل که چیزی خراب شد بابا، توی اگه کارت خراب باشه اصلا لقمه حروم بخوری، اصلا نباید تصرف کنی، خب بر درست کن اینو، خب بپرس. همچه مثل که مثلا من بگم توی آسمون یه ستاره هست که اصلا ربطی هم به این نداره. این شدت بی توجهی مال چیه؟ این بی دینی عمیق چرا؟ اصلا کاری به این شعر و رساله چه کار باید کرد واقعا اینا رو؟ یه آقایی میگفتش که یه نفر میامد پل من حمد سوره درست میکرد، میخواست بره مکه. حالا شنیدن که اون دو رکعت نمازه اگه خراب باشه وضع رخت خواب خراب میشه و زن حروم میشه، حالا از یه حرف. گفتش که غلط داشت، من میگفتم تمرین کنه حروف و بیاد یاد گرفت دو مرتبه اضافه تا آخر نماز. گفت نیومدش، نیومد تو دیگه ندیدمش. 7-8 ماه بعد یهو تو بازار روبرو شدیم با هم. گفت ناراحت هم شد که یهو هم چهره شدیم چون نیومده بود. گفت ببخشید حاج آقا، مکه افتاد، سال دیگه میام. بابا خود نماز مهمه، نه اون دو رکعت واسه رخت خواب، خود نماز اهمیت عظیمی داره. خب نمیخواد نماز تو درست بخونی. اومد تو این عربت الوسخا نوشته یه دونه نماز واجب تعدل و اندالله، 1000 بار که زین العابدین حج بره، چون مبرورات متقبلات، 1000 تا حج مثل اون حج و 1000 تا عمر تو این کپ ترازو بذاریم مثل یه دونه مغربه که امشب شما خوندی. تعدل و اندل، نماز خیلی اهمیت داره. خود نماز تو نمیخوای درست بخونی، سال دیگه میام درست.
توی جلسه داشتم سخنرانی میکردم، این صاحب خونه آمد گفت ببخشید یه نفر دم در خیلی معذرت خواهی کرده و دو کلمه با شما. گفتی ای بابا این کی بوده که اومده در جلسه؟ و دیگه حالا پاشو نمیرفت. دیدیم از دوستان این آمده بود پلو من، میخواست بره مکه، این رفته بود خونه، فکر کرد حالا من خونم و بعدم الان اینجا رفت هواپیما بره هواپیما دیر میشد بعد میرفت. آدرس گرفته بود خاله، یکی دوتا سوال اون چیزی کجا من حمد سوره من بخونم. بابا این همه من تو جلسه هستم، تو خونه هستم، بارها خود این خونه ما مثلا اومده، اهلان تو این تنگی وقت که میخواد اینجا بودو بودو بره سوار هواپیما بشه حمد سوره. حالا حمد سوره هم خونده 4-5 تا غلط داشت. آخه پشت در این جلسه منتظر من هست، آخه من چجوری این غلط ها رو درست کنم؟ بس غلط تمرین باید بکنیم دیگه. حالا افتاد تو این بحث های فقاهتی و چی و فلان یه جوری بلخی. چرا انقدر دین مظلومه؟ مثلا تو هر کسی طلب هم داشته باشی همجوری میشون قبل بلوغ باید اینا رو درست بکنید، اول بلوغ نماز صحیح بخونید. آخه حالا میخواد بره مکه خوشون این همه آیه است، آیت الله هم دین اومده نمیخواد بره یاد بگیر، همون ظلمت و جهل و نادونی و گاهی مسائل فقهی مطرح میشه اصلا نمیدونم، هم که تو رساله هم هست. برای کی باید اینا رو بلد بشه؟ برای کی نوشتن سه اینا رو؟ یا تفکیک این چیه؟ تفکیک اون چیه؟ رفتیم صدا سیمایی که از این مجرای بساب خوبشون، الان مجری که همه خوبن الحمدلله، اون با سواد بود خیلی. گفتم شنیدم شما گفتن برای من توی تلویزیون گفتی نزول حرومه، نزول غیر رباست، نزول حلال، ربا حرامه. ببینید من یه طلبی دارم از کسی، یه ما دیگه است 1,000,000، خودم میرم بگم که آقای 50 تومنش کم کن نقد بده، نزل عن حقه، اون قبول میکنه بهش میدم تمام شد. یا اون میاد به من میگه، یا هر دو فرق میکنه، نزول حلاله. اگر صبر کنه سر یه ماه همه رو میگیره، حالا نزله نازل میشه کمتر بدم نقد بده. ربا که حرام، اینه که پول اومده قرض بگیره شرط میکنه بعد زیادتر بدی، نزله ای نیست، این حرامه. این مثل که قبلا حال بهش گفته بودن اینا، گفت بله بله اشتباه شده. گفتم خواهش شما طبق اونش، گفت بله بله دیگه نمیگم. من باقید گفتیم ببین تفاوت بین نزول و ربا هم نمیگم چی هست کشم نزول چیه ربا هست، همچون مردم میگن نزول خوری نمیفهمه که این چیه اون چیه، نباید بلد بشیم. گاهی اسمای موبایل ها و ماشین ها و اینا میاد میبینی 20 جور شمرد، دو تا لغت فقهی رو. سر یک کلاسی گفتیم آقا قیام متصل به رکوع چیه؟ حالا کار خدا یکی دوتا بلد بودن، اصلا بلد نبودن چیه؟ بلد نبودن. کی باید اینو مثلا بلد شد؟ چی بشه؟ کرونا هم اومده نرفتن یاد بگیرن، چیکار باید خدا بکنه؟ من یادم این بمباره که منداختن زمان جنگ، باقی بمب میرختن دیگه چی؟ شب بود و قرمز میشد و بعد خب خطرناک چه و بعد تموم میشد، حالا نیست بیدار میشدن، بعد در خونه ها تو هم کوچه ما اون پایین ها بودیم، زن ها قعده میکردن دونم مرد ها. بابا حال شد حالا که بومم اومده اقا رعایت حجاب هم بکن ببینید چجوری میشه، چگونه میشه که ما این جز این آیه نباشیم؟ روز شده، این همه تعالیم آمده، این همه زحمات شده، خودمون از این ظلمت ها بیرون بیاریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.